برای بحث بیشتر در این مورد آصف آشنا فعال سیاسی و زمرای باهر رئیس ثبت شناسامه های برقی اینجا در استودیو با ماست سلام با شما مهمانان گرامی خیلی خوش آمدید آقای باهر با شما آغاز کنیم بحث بیشتر به شما معلوم باشه که عنوانم هم کردین که واژه افغان به شکل سیاسی شده و شما آماده هستین چی میگن وقتی شما مراجع میکنین که آماده توضیح هستین بله که از طرف دولت گفته شده چیز؟ شما میفهمین که پروژه ملی الکترونیکی از نگاه تطبیقی چند بخش داره اساسا این ای پروژه دو بخش کلان داره که یک قسمتش که مسائل فنی و مربوط تکنولوژی معلوماتی مسائل میشه و مربوط وزارت مخابرات میشه که طی یک قرارداد یا تفاهم که با یک کمپنی خصوصی داره کمپنی خصوصی مکلف به فراهم کردن مسائل تکنیکی و فنی پروژه ملی تسکیه الکترونیکی است اما بخش تطبیق پروژه و کارهای مدیریتیش مربوط وزارت امور داخله میشه که یک اداره مشخص به نام اداره توزیع تسکیه الکترونیکی مکلف و موظف به تطبیق پروژه تسکی تسکیه الکترونیکی است اداره توزیع تسکیه الکترونیکی و وزارت امور داخله تقریبا بیش از سه سال میشه که دی بخش فعال است و تمام موارد اسنادی را از موارد تقنینی اسناد تقنینی گرفته تا آمادگی های از نگاه پلان و مسائل همیشه وقت و وقت بار از رسانه ها شریک ساخته و در این زمان ما کارهای مدیریتی شام پیش برده بودیم حالا مشخصا دولت در مورد این که شما میگید آماده هستین برای توضیح شناسنا ما چی گفته به ما یکی دو باره که رهبری حکومت و ملی از ما پلان خواستن پلانای تطبیقی را آماده کردیم و سپردیم و بار هم تقریبا یک سال پیش زمان برای آغاز پروژه ملی اعلان شد و ما او وقت هم آمادگی لازم داشتیم و اعلان کردیم اما متاسفانه هدایت و دستور نهایی و فیصله نهایی تا هنوز با ما نرسیده و ما کدام سند رسمی برای آغاز پروژه ملی تو هنوز نداریم سپاسگزار. گزار آقای واشنا شما هم مدت در ریاست اجرایی بودین به عنوان سخنگو در این اداره کار کردین موزگیری های جدی داشت در ریاست اجرایی ولی دیده میشه که در این اواخر اگر عقبگرد داره این موضوعگیری ها جدی گرفته نمیشن اون زمان حرفا چی بود و حالا آقای بایر هم مشخص نکردن که دولت تا اکنون بر اینها چی گفته که حالا توضیح نمیشه این تذکره بادرود به شما و جناب باهر و بینندگان عزیز واقعیت امری هست که مسئله توزیع تذکره الکترونیک یا مسئله تذکره الکترونیک قربانی یک سبوتاج سیاسی شده. اگر از اظهارات سفیر اتحادیه اروپا آغاز کنیم که تأکید کردند که با توزیع شدن این تسکری الکترونیک همزمان که حکومت داری خوب رونق میگیره در افغانستان و روند خدمت رسانی به مردم سریعتر میشه افغانستان هم با توضیح شدن این تسکیره الکترونیک یا شناسنامه های برقی تر میشه خب چرا چنین هست و چرا اتیاد اروپا این موضوع گیر میکنه بلحاظ حقوقی قانون ثبت احوال نفوس از هر دو مجلس پارلمان افغانستان پاس شده و با آغاز کار حکومت وحدت ملی یک از قوانینی که آقای غنی به عنوان رئیس حکومت وحدت ملی توشیح کرد قانون ثبت احوال نفوس بود و این قانون قانون نافذ هست و با توجه به مباحث حقوقی باید احکام این قانون به اجرا گذاشته شود و به عنوان یک قانون نافذ ولی عملا در بحث سیاسی این قانون به سبوتاج سیاسی رفته و به گروگان یک دائیه سیاسی گرفته شده به این دلیل اگر قانون اگر تسکیره الکترونیک توضیح شود چند تا اتفاق بزرگ در حیات سیاسی شهروندان افغانستان اتفاق میفته اول ما از آمار و های تخمینی و آمارهای که دقیق نیست و احتمالا احتمال میده که ما تقریبا اینقدر سی میلیون نفوس هستیم یا چقدر نفوس هستیم ما یک آمار دقیق از شهروندان افغانستان به دست میاریم که افغانستان سی میلیون نفوس داره 28 میلیون نفوس داره 40 میلیون نفوس داره چی تعداد یک دیتابیسی از نفوس افغانستان به دست و این الکترونیک میشه با به دست آمدن از ای برگزاری انتخابات ها در افغانستان روند با انتخابات به عنوان یک روند دموکراتیک و تعیین کننده و تنها راهکار نجات سیاسی یا تنها راه برای حل مسئله ملی در مسئله انتخابات انتخابات هست با توضیح شدن شناسنامه های برقی میزان شفافیت و میزان سلامت رأی شهروندان افغانستان بالا میره و فرصت تقلب یا خلاهایی که برای به سادگی که انتخابات 93 قربانی کودت تقلب شد و از درون ساختار را مهندسی کردن و آرای افغان مردم را رای مردم را به تاراج بردن و بالاخره با غصب یعنی حالا قدرت آمدن شده شده قدرت غصب ایلون کردن ایلون این روند جلوگیری هم. میشه بحث دیگه مسئله قوم و جدال های قومی بخش از واقعیت های تاریخی در معزله قدرت در افغانستان هست. مسئله منازعه قدرت بحران نزدیک به پنج دهه اخیر افغانستان را شکل میده و این منازعه قدرت میلیون انسان افغانستان را قربانی گرفته و حداقل یک بار کابل بدل شده به دلیل منازعه قدرت به جنگ همه علیه همه و جنایت همه علیه همه. بر از اینکه ما تاریخ جنایت کاری را بر اینکه ما تاریخ تقلب را تاریخ جل را پروندش را بسته کنیم و به زباله تاریخ بندازیم و وارد یک مرحله جدید شویم که سیاست و سرنوشت بر مبنای روندهای دموکراتیک و بر مبنای اراده سیاسی مردم افغانستان تعیین شود و بر مبنای ماده چهارم قانون اساسی افغانستان حاکمیت مشروعیت خود از اراده سیاسی بگیره باید توزیع باید تسکری الکترونیک توزیع شود افراد بودن کی منازعه قدرت منازعه قدرت راهکار راه حل نداره مگر اینکه ما به های دموکراتیک متوصل شویم روند های دموکراتیک را از 2004 که بررسی بکنیم حتی از کنفرانس بون تا توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی رو وقتی بگیریم همیشه انتخاب ها چیز بوده ولی گل روی وحدت ملی برایندش یک چیز دیگه بوده مردم افغانستان به خاطر دارند که در کنفرانس بون آرا کسی دیگه داشت و آقای کرزی به پاس مسلحت وحدت ملی آمد در انتخابات 2004 آمارها هست مردم افغانستان به حافظه تاریخی خود داره که برنده کسی بود ولی آقای کرزی رئیس جمهور شد در انتخابات 2009 عین سناریو تکرار شد برنده کسی بود در انتخابات 2009 ولی آقای کرزه آمد به پاس یک مسلحت وحدت ملی و اون گل روی وحدتی ملی که من نمیفهمم چه نبوغی ترم را ابداع کرده و کشف کرده آمد به جای رای مردم افغانستان جانکری آمد یک مسلحت سیاسی را به نام وحدتی ملی به کار گذاشت در انتخابات 2014 این فاجعه در ابعاد بسیار گسترده تر و شرماورش اجرا شد و دیدیم دیگه که سامانه تقلب و مهندسی در درون ساختار و اداره که برگزار کننده انتخابات بود اتفاق افتاد و بالاخره ما به این فاجعه امروز کشانده شدیم و تجربه بیشتر از دو سال را که مردم افغانستان در نتیجه این گل روی وحدت ملی قربانی داده داریم که در شعب حالا با توجه به همه اینها توزیع تذکره الکترونیک گام هست برای خلق زمانت بیشتر برای دموکراسی برای حق رای شهروندان و شفافیت بیشتر در تمام و خلق شفافیت یک تهدید سیاسی تاریخی هست برای دایداران تمامیت خواهی و دایداران هژمونی قدرت